باندها و دستجات متخاصم در حاکمیت آخوندها دست یکدیگر را رو می کنند و کمتر پیش می آید که مثل گذشته ها بتوانند پدیده ای را کاملا وارون جل بدهند. جنایت حمله به زندانیان سیاسی یکی از همین نمونه ها بود که در جریان رویارویی باندی به رغم نیاز مشترکشان به پوشاندن جنایات از پرده بیرون افتاد. نمونه دیگر مهر تنفر 97% ملت بر تمامیت نظام پرجنایت ولایت فقیه در جریان اجرای طرح ضد مردمی حذف یارانه هاست. آخوند روحانی بیش از یک ماه دست فریب و کلاشی به سوی مردم دراز کرد و التماس نمود که خودتان از گرفتن یارانه ها منصرف شوید. میگویند این اقدام که شکست آن از ابتدا مسجل بود ناشی از یک توهم احمقانه در مغز شیخ اعتدال بود. تصور میکرد در صد قابل توجهی از مردم در پیچ و خم مشکلات و تهدیدها و هشدارها فریب میخورند و حرف او را میپذیرند. اما وقتی در عمل بنابر آمار رسانه‌های حکومتی تنها حدود 3% از 75 میلیون ایرانی از گرفتن یاران خودداری کردند، آخوند روحانی و باندش در صدد برآمدند این واقعیت را بپوشانند تا لااقل از یک رسوایی بزرگ برای نظام جلوگیری کنند. اما باند رقیب استفاده از این فرصت برای ضربه زدن به باند روحانی رفسنجانی را بر حفظ آبروی نظام ترجیح داد و دست روحانی را رو کرد. کیهان خامنه ای نوشت: درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب شناسی ثبت نام یارانه‌ها و صرفاً انصراف 2.4 میلیون از 75 میلیون نفر نهفته است. دولت عدم همراهی مردم را بررسی کند. وطن امروز از باند ولی فقیه نوشت: دولت شکست در طرح نه به یارانه را گردن دیگران می‌اندازد. روزنامه حکومتی اعتماد در پاسخ به باند ولی فقیه ضمن پذیرش نفرت عمومی از دولت روحانی به باند رقیب هشدار داد و نوشت: حرف اصولگرایان اتفاقا درست است. اگر دولت از محبوبیت بالایی برخوردار می بود و اگر کسر قابل توجهی از مردم برای آن وزن و اعتباری قائل می شدند، در آن صورت میلیون ها نفر که واقعا هم نیازی به این 45500 تومان ندارند نباید ثبت نام می کردند. اما اصولگرایان متوجه نیستند که با طرح این استدلال دارند شاخه‌ای را می‌برند که فقط روحانی و دولتش بر روی آن ننشستند، بلکه قدری بالاتر خود اصولگرایان هم اتفاقا همانجا نشستند. به عبارت دیگر، گر حکم شود که مست گیرند، خیلی های دیگر هم اتفاقا مشکل پیدا می‌کنند. جالب اینجاست که روزنامه‌های باند روحانی رفسنجانی هم برای ضربه زدن به رقیب در افشای هرچه بیشتر این فضاحت مشارکت دارند. مثلا ابتکار از باند رفسنجانی نوشت: پاسخ منفی مردم به فراخوان دولت برای انصراف از دریافت یارانه زنگ خطر جدی است که نواخته شده است. منظورش به صدا در آمدن ناقوس پایان نظام ولایت فقیه است. این اعتراف‌های متقابل باندها به تنفر عموم مردم از نظام ولایت فقیه در واقع تایید رأی خشم و نفرت ملت ایران به تمامیت رژیم آخوندی در رفراندوم انصراف از یارانه بود. رفراندومی که آخوند روحانی یک ماه برای آن تبلیغ کرده و تمامی سردمداران و باندهای رژیم به آن فراخوان داده بودند.